از بین این پلی‌استیشن 5 واقع کدومش رو بگیرم؟ مرکز خرید.com. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه از مرکز خرید.com خیلی خوش اومدید. خیلی از ما سوال شده که ریژن آسیا بگیریم، آمریکا بگیریم، اروپا بگیریم یا PS5 نمیدونم سری 10 بگیریم، 11 بگیریم، 12 بگیریم. این ویدیو مخصوص اون دسته از دوستانه، پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. اولین تغییری که توی کنسول PS5 سری 12ش به وجود اومده، کاهش وزن 200 گرمیش نسبت به سری 11. همونطور که وقتی سری 11 اومد، یه کاهش وزنی نسبت به سری 10 داشت. دومین تغییر توی سری 12 حل مشکل صدای درایو. توی سری 10 و 11 وقتی شما دیسک میذاشتین و داشتین بازی میکردین، یه صدای عجیب غریبی کنسول میداد. الان یه قاب پلاستیکی براش گذاشتن که معرکه است و کاملا صدا رو از بین برده. سومین تغییری که اتفاق افتاده، کاهش میزان مصرف برقه. ببینید دوستان، توی کنسول سری 10 218 وات برق مصرف میشد که توی سری 11 به 229 وات رسید. حالا توی کنسولای سری 12 میزان مصرف برق به 201 وات رسیده. چهارمین تغییر که خیلی خفن و شگفت انگیز بوده، اضافه شدن لوله حرارتی به کنسولای سری 12 بوده. توی سری 10 و 11 وقتی مدت زمان طولانی شما بازی می‌کردین، یه قسمت از کنسول داغ می‌شد و باعث آسیب رسوندن به کنسول می‌شد. حالا توی سری 12 لوله حرارتی گرما رو پخش میکنه به جاهای مختلف کنسول و دیگه هیچ آسیبی به کنسولتون نمیرسه. پنجمین تغییر و آخرین تغییری که توی کنسول سری 12 اتفاق افتاده، بهبود عملکرد آنالوگ است که توی سری 11 نسبت به 10 تغییرات ایجاد شد، بهتر شد. الان کیفیتش فوق‌العاده تر شده و شما میتونید لذت ببرید. به طور کلی 6 مدل ریجن بندی برای کنسول PS5 وجود داره که 3 مدل از این ریجن بندی داره وارد بازار ایران میشه. ریژن آسیا، ریژن آمریکا و ریژن اروپا که دوستان هیچ تفاوت این ریژن ها با دیگر ندارن. البته که قیمتی تو بازار با هم متفاوته، ولی از نظر کیفیت، گرافیک، سرعت، قطعات هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اینم بهتون در مورد ریژن بندی ها بگم که برای اینکه بتونید متوجه شید در روی کارتون، الان دوستامون براتون میذارن. 12-20A میشه ریژن آسیا، 12-15A میشه سری 12 ریژن آمریکا و 12-16A میشه سری 12 ریژن اروپا. قبل از خدافظی اینم بهتون بگم که دوستان سری 10 و 11 و 12 تفاوت خیلی زیادی با یکدیگر ندارن. فقط سونی میاد عیب و نقصاشو برطرف کنه، هی آپدیت میکنه با سری جدیدی که میده، عیبا رو برطرف میکنه و تفاوت‌های خیلی جزئی مثل همینه که الان بهتون گفتم دارن. تفاوت دیگه‌ای ندارن با هم دیگه. دوستان خوب مرکز خریدی من، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. هر سوالی دارین تو کامنت ها از همون بپرسین، تا جایی که بتونیم براتون محتوای جدید و تازه از سونی، مایکروسافت یا هر چیزی دیگه که باشه براتون میگیریم. دمتون گرم، مراقب خودتون باشین. تا یه ویدیو دیگه از مرکز خرید.com، خداحافظ.